آخوند جاهل تیشه به ریشه شیعی میزند. یک روز اختصاص خواهم داد به یک نسخه از یک کتاب، خواهم آورد اینجا. این کتاب نسخه از صحیفه سجادیه. آقایان شبانه بردن، همین سلفی ها، یعنی رهبران و مقتداهای آقایان کی؟ بله. وهابی ها. هیچ کس روی این مسئله کار نکرده. اگر هر آماری گفتم غلط شد، مال خودمه. یعنی کس این کار را نکرده. تمام آمار درصدها را خودم در آوردم. میدونی چیکار کردن؟ 119 اللهم صل علی محمد و آله را و آله را از صحیفه سجادیه دزدیده بودن. صحیفه سجادیه 56 دعاست، از اون 13 دعا را دزدیدن، اصلا وجود نداره. دقت کنید، من جمله دعاؤه یوم عزها و یوم چی؟ جمعه. اونجا میگه این مقام امامت مال انسانهای پاک دامن اصفیا بوده، مال خلفای الهی بوده. ابتزوها یعنی چی؟ چون ربودند. ربودند. چون این جمله در این دعاها بوده، همه را برداشتن آمدن یک نسخه. مثلا دعای 12 شده دعای 25، دعای 25 شده دعای فلان. تمام جا به جا کردن. فقط این جمله را بگم، آماری خواهیم آورد بیش از، اگر اشتباه نکنم حالا از بایگانی ذهنه، 900 واژه صحیفه سجادیه را این آقایان، یعنی خلف این آقایان دزدیده. کتاب صحیفه سجادیه مجموعی از دعاها و مناجات منسوب به امام زین العابدین علی ابن الحسین است. نظر به قدر و منزلتی که نزد اهل تشیع دارد، آن را انجیل اهل بیت و زبور آل محمد و اخت القرآن نامیدند. و از نظر سندی نیز اهل تشیع بر این عقیده‌اند که صحیفه سجادیه در حد تواتر بلکه فوق آن است. شیخ آقا بزرگ تهرانی در این باره میگوید: الصحيفة الأولى المنتهي سندها إلى الإمام زين العابدين وهي من المتواترات عند الأصحاب لاختصاصها بالإجازة والرواية في كل طبقة وعصر. صحيفة سجادية كسند آن بإمام زين العابدين عليه السلام يرسد از متواترات وقد ياد نزد أصحاب است، چون در تمام طبقه و عصرها از ویژگی نقل با اجازه و روایت برخوردار است. محمد تقی مجلسی ادعا نموده که او در نقل و روایت صحیفه 1,000,000 سند دارد. همچنان بنقل از آیت الله مرعشی نجفی، ملا باقر مجلسی در بسیاری از اجازات خود اشاره کرده که او صحیفه را شفاهن و بلا واسطه از امام زمان نقل می کند. مجلسی میگوید: در خواب دیدم که گویا در مسجد جامع عتیق اصفهان ایستاده ام و حضرت مهدی علیه السلام نیز ایستاده بود. من چند مسئله را که برایم مشکل شده بود از محضر آن حضرت پرسیدم، پس جواب آن را برایم بیان فرمود. ولی وقتی از خواب بیدار شدم، آن کتاب را در دست خود نیافتم، پس تا صبح گریه کردم. فردای آن روز به نزد شیخ محمد مدرس رفتم و به مقابله آن نسخه با نسخه‌ای که جد پدر محمد مدرس از روی نسخه شهید نوشته بود پرداختم. دیدم نسخه‌ای که حضرت صاحب الزمان به من مرحمت فرموده بود درست مطابق نسخه صحیفه شهید می باشد. نکته دیگری که قابل ملاحظه است این است که امام محمد ابن عبدالوهاب در سال 1206 هجری قمری از دنیا رفتند، یعنی 11 قرن و اندی قبل از ایشان این کتاب بوده و طبعاً اگر تحریف شده باشد باید اثری از آن در کتب متقدمین شیعه باشد. مهمترین سببی که این آخوندها اعتقاد تحریف صحیفه سجادیه را ترویج می کنند این است که این صحیفه در بردارنده بسیاری از سخنان و ادعیه و مناجات های امام علی ابن الحسین زین العابدین رحمت الله علیه است که هیچ همخوانی با اعتقادات شیعه ندارد، بلکه آن را نقض می کند.